جواب این سوال که چی ما رو انسان کرده، شاید رو دو پا راه رفتن خیلی مهم نباشه. همونجور که گفتم مرغ خونگی هم رو دو تا پا راه میره و کانگورو هم رو دو تا پا راه میرن. اونی که ما رو احتمالاً وجه تمایز مهم انسان و حیوان بوده، مغزش بوده. مغز بزرگتر به معنای مثلا هوش بیشتر، و هوش بیشتر باعث شده زبان، فرهنگ اینها به وجود بیاد. چیزی که ما دیدیم اینه که فعلا تا حدود 3 میلیون سال قبل مغز همچنان کوچک بوده. برای همین آیا مثلا لوسی رو میشه بهش گفت انسان؟ از چقدر بزرگتر بشه میشه مغز انسان؟ بستگی به تعریف داره همه چی. جواب سوال روشن نیست. حقیقت اینه که یک جا نبوده، هیچ گونه ای نبوده که امشب بخوابه و صبح انسان باشه، یا هیچ وقت هیچ گونه ای که انسان نبوده یه بچه به دنیا نیورده که اون بچه انسان باشه. اینا تغییرات همه تدریجیه. فراموش نکنید مثال کودک که زدم، شما از چه زمانی میتونید بگید که دیگه این کودک کودک نیست، بزرگ ساله؟ عملا دل بخواهیه. مثلا تو قانون تعریف میکنیم آقا 16 سال یا 18 سال به بالا عملا بزرگ سال حساب میکنیم، 18 سال به پایین کودک. ولی آیا شب تولد 18 سالگی اتفاق خاصی برای بچه میفته؟ نه، این تغییرات همه تدریجیه. همین تمثیل رو بیارید توی تکامل انسان، افزایش حجم مغز هم کاملا تدریجی بوده. از کجا از چه حجمی بزرگتر رو ما میگیم انسان؟ کاملا دلخواهیه. لوسی و آردی و گونه های قدیمی تر تقریبا اتفاق نظر هیچ کدوم اونها رو در جنس انسان نمیارن، برایشون اسمای دیگه قرار داشتن. معنی حرف چیه؟ ببینید در جانورشناسی، در طبقه بندی حیوانات مختلف، رسمی که و چیز پذیرفته شده که وجود داره اینه که اسم گذاری دو قسمتیه. تمام موجودات زنده که شما روشون دست بذارید توی جانورشناسی، رو علم جانورشناسی، یه اسم دو قسمتی دارن. قسمت اولشون جنسشونه یا جینس، و قسمت دوم گونه یا اسپیشیز. ما به عنوان یک حیوان، به ما اسم علمی انسان امروزی هوموسیپینزه. هومو جنس انسانه و سیپینز گونه انسانه. لوسی جنسش استرالوپیثکوسه و گونهش افارنسز مثلا، یا استرالوپیثکوس افریکانوس هم داشتیم که از همون جنس ولی گونه دیگری از اون جنس. این تیکه فنی رو در نظر داشته باشید. معمولا انسان رو به کسی میگن که دیگه جنسش جنس هومو بوده باشه. هومو به معنی همین انسان هم هست به لحاظ لاتین. اولین هوموها از حدود 3 میلیون سال قبل به بعد وارد یافته های فسیلی میشن. اولین چیز که البته سرش هم بحثه، اولین گونه ای که اسمش رو گذاشته شده هومو، یه گونه ای هست به نام هومو هابیلیس. تصور بر اینه که این اولین گونه از انسان بوده که ابزار ساخته. هومو هابیلیس قدیمی ترین گونه ای که تقریبا توافقی که روش اسم هومو رو بذارن، اما هنوز روش اختلاف نظر هست. یه عده معتقدن هومو براش زیادیه، چون حجم جمجمش اولا 400 سیسی فکر میکنم متوسط حجم جمجمش، از مخبود 650 سیسیه. تقریبا یه اتفاقی وجود داره که اگر از 700 سیسی به بالا بود، شما میتونی اون گونه هومینین رو بیاری توی جنس هومو جا بدی. زیر 700 سیسی معمولا یا توی گونه های استرالوپیثکوس مثل لوسی یا گونه های دیگه. گونه هومو تقریبا مثلا رزرو شده برای بالای 700 سیسی قابلیت مغز، ولی هومو هابیلیس اینطور نیست. برای همین اختلاف نظره، بعضی معتقدن هومو براش زیاده، عملا باید توی جنس دیگه گنجوندش. اما اینا همه اعتباره. اونی که مهمه این بود که عرض کردم که شما باید در نظر داشته باشید که این پروسه ای افزایش حجم جمجمه همه آروم و طی طول زمان بوده. اینطوری نبوده که یهو
یک شبه یک گونه‌ای به وجود بیاد با حجم مغز بالا و ما بتونیم اون رو اسمش رو بذاریم هومو. یه گونه دیگه که دیگه تقریبا اختلاف نظری روش نیست هومو رودولفنسزه که دیگه اونو اسم هومو رو روش گذاشتن همه و حجم مغزش حدود 750 تا 850 سیسی بوده. اینها گذشته از حجم جمجمه‌شون ریخت‌شناسی صورتشون شبیه‌تر بوده به انسان امروزی، صورت کوچیک‌تره، اندازه دندون‌ها کوچیک‌تره و به مراتب کمابیش شبیه‌تر به انسان امروزی شدن و تو بازه زمانی همچنان حدود 2 میلیون سال تا 1.6-1.7 میلیون سال قبله. تصور بر اینه که هومو هابیلیس یا هومو رودولفنسز اینها اولین انسان‌های ابزارساز بودن. قدیمی ترین ابزاری که کشف شده مربوط به حدود 3 میلیون سال پیش، 3.3 میلیون سال پیش چیزی شبیه به این، البته سنگ واقعی و ابزار واقعی نیست، بازسازی شده است، ولی ابتدایی ترین نوع ابزار این بود که یه سنگ رو بتراشند و ازش برای مثلا کندن گوشت از استخون شکار یا برای مصارف دیگه بخوان استفاده بکنن. ابزارها هم مثل باقی چیزا به مرور زمان تغییر کرده و پیشرفته شده. اولین نسل از ابزارها شاید به نظر به چشم یک انسان عادی اصلا به نظر ابزار نیاد، ولی به مرور زمان ابزارهای پیشرفته به وجود اومده. نسل اول ابزارها همینقدر ساده بوده. البته باید اینم در نظر داشت که ما راجع به ابزار سنگی فقط داریم صحبت میکنیم، چه بسا این انسانها ابزارهای چوبی یا ابزارهای استخونی میساختن و به این دلیل که اونا به این رفته ما هیچ چیزی رکوردی توی فسیل نداریم ازشون. به هر حال همیشه نمیشه مطمئن بود، ولی به مرور زمان ابزارها پیشرفته تر شده. دعوایی که سر اندازه جمجمه و ابزار و اینها هست یه خورده پیچیده تر شد زمانی که اخیراً حدود 3-4 سال پیش یه گونه جدید از هومو کشف شد به نام هومونالدی. شاید تو اخبار شنیدید. من اینجا فسیل کسته، یعنی بازسازی شده یه پرینت سه‌بعدی دارم. 2015 اگر اشتباه نکنم لی برگر باستانشناس معروف که تو آفریقای جنوبی کار میکنه این گونه رو کشف کرد. اون زمان هنوز سن این گونه معلوم نبود. با وجود اینکه حجم مغزش بسیار کوچک بود، ریختشناسی صورتش و دستش، و متاسفانه دستش رو ندارم اینجا، بسیار به انسان امروزی شبیه تر بود. یعنی یک موزاییکی با حجم مغز حدود 400 سیسی ولی صورت پیشرفته شبیه به انسان امروزی و دست کاملا پیشرفته و شبیه به انسان امروزی که کاملا قابلیت ساخت ابزار رو داشت. وقتی سنش حدود فکر کنم 1-2 سال پیش بود که سن تخمین سنش حدود 230 تا 330 هزار سال تخمین زده شد، بسیار متأخره. فراموش نکنید که ما راجع به هابیلیس و اینا که صحبت میکنیم راجع به 2 خورده میلیون سال داریم صحبت میکنیم. هومونالدی بسیار متأخره، ولی کاملا مغز کوچیک، ولی کاملا دستی که قابلیت ابزارسازی داشت. شاید هیچ ارتباطی بینه و نکته دیگه هم اینه که تو همون استخراج وقتی که فسیلش رو استخراج کردن بسیار ابزار سنگی هم پیدا کردن. هیچ وقت ما نمیتونیم مطمئن باشیم که این ابزار سختی سنگی ساخته شده همین گونه بوده یا نه، ولی وقتی توی یک لول از توی یک سطح از خاک باستانشناسی کشف میشه معمولا اون رو نسبت میدن به همون فسیلی که تو منطقه بوده. پس چه بسا با ابزار ساختن نیاز چندانی به مغز بزرگ نداره و اگر دست پیشرفته داشته باشیم برای ابزارسازی کافیه. همچنان این از نکات حل نشده انسانشناسی تکاملیه که ابزارسازی از چه زمانی دقیقا آغاز شده و آیا هومونالدی قابلیت ابزارسازی داشته با این همه متأخر بودنش، آیا هومو هابیلیس قابلیت ابزارسازی داشته، اینا همه محل بحث.
لیبرگر و تیمی که هومونالدی رو کشف کردن در یک غار در آفریقای جنوبی معتقدن که این گونه و این فرد که پیدا شده از روی عمد دفن شده بوده. دفن کردن یک رفتار آینیه که شما در انسان‌های ابتدایی تر نمی‌بینید. در ناندرتال‌ها و انسان‌های گونه ما هوموسیپینز یا انسان خردمند نشانه‌های دفن وجود داره که به اونا خواهیم رسید. ولی در انسان‌های قدیمی تر شما شواهدی بر دفن نمی‌بینید. اگر ادعاشون رو بپذیریم نشون میده ولو حجم جمجمه به این میزان کافی باشه این قابلیت رو دارن که رفتار آینی و رفتار پیچیده از خودشون نشون بدن، یه چیزی مثل دفن یا حتی آیین‌های دینی. یه گونه دیگه از انسان که احتمالاً اسمش رو شاید شنیده باشید به هومو ایرکتوس معروفه، یعنی انسان راستقامت. این از حدود 2 میلیون سال پیش به این سمت در فسیل‌ها یافت شده تا همین زمان متأخر، یعنی حتی البته اختلاف بر سرش هست که چه زمانی از بین رفته و مقرض شده، ولی یک نمونه وجود داره در جاوه اندونزی که حدود 40,000 سال عمرش، 40,000 سال در مقیاس تکاملی عملا یعنی زمان حال تقریبا، یعنی احتمالا هومو ایرکتوس بسیار گونه موفقی بوده. حدود 2 میلیون سال، 1 میلیون خورده ای سال عملا بوده. اما تو نامگذاریش یه مقداری باید تسامح به خرج داد. تقریبا هر گونه ای که تو آسیا پیدا شده رو بهش گفتن هومو ایرکتوس، ولی اختلافات بین هومو ایرکتوس های قدیمی با هومو ایرکتوس های متأخر زیاده، برای همین بعضی معتقدن که باید تفکیک کرد بین این گونه ها. این یکی از نمونه های هومو ایرکتوسه. و بعد هومو ایرکتوس نکتهش اینه که ما میدونیم که هومو ایرکتوس ابزار میساخته. گفتم نسل اول ابزارها خیلی ساده بوده و بحث سر اینه که آیا هومو هابیلیس که گونه قدیمی تر بوده میتونسته ابزار بسازه یا نه. نسل دوم ابزارها معروف به اشولیان، این یک نمونه از ابزار واقعیه، ابزار سنگیه که از بریتیش میوزیم به کلکسیونی که اینجا هست اهدا شده. اطلاعاتی راجع به مکانش یا زمانش به من ندادن، یعنی اطلاعاتی نداره، میتونه مال هر زمانی یا هر جایی بوده باشه، از 1 میلیون سال پیش و خورده ای تا چند ده هزار سال پیش. ولی این یکی از مورد تیپیکال ابزار بهش میگن اشولیان که حالت قطره اشک داره و اگر فکرشو بکنید بسیار ابزار کارآمدی هم هست. شما ناکه قشنگ رو کف دست جا میشه، از وسیله دفاع گرفته تا کندن گوشت تا خیلی کارهای دیگه بالاخره به کار آدم میاد. عملا آچار فرانسه هومو ایرکتوس بوده. در بسیاری موارد فسیل های هومو ایرکتوس با همراه ابزارهای آشولیان پیدا شده. یکی از نمونه های خیلی جالب، حالا نمونه خیلی زیاده، ولی یکی از نمونه های جذاب هومو ایرکتوس نمونه هایی بودن که در کشور گرجستان پیدا شدن. اینجا من فقط بازسازی شده یکی از این نمونه ها رو دارم. حدود 5 تا جمجمه، اگر اشتباه نکرده باشم 5 تا جمجمه انسان از حدود 1.8 میلیون سال قبل پیدا شده. سنشون متفاوته، از 1.8 فکر کنم تا 1.6 میلیون سال قبل. 5 تا جمجمه هم 5 تا انسان متفاوت بودن که در زمانهای متفاوت احتمالاً در گرجستان زندگی میکردن. نکتهش اینه که اینها قدیمی ترین نوع هومو، یعنی قدیمی ترین نوع انسان در خارج از قاره آفریقان. تا قبل از اون تمام گونه های دیگه، هابیلیس و تمام رودولفنسز و لوسی و گونه های دیگه همه داخل آفریقا بودن، برای اینکه همونطور که گفتم مهد تولد انسان، گونه انسان در داخل آفریقا بوده. هومو ایرکتوس علی‌القاعده اولین
تا اونجا که ما میدونیم فعلا اولین گونه ای از هومو بوده که این قابلیت رو، حالا قابلیت فیزیکی یا قابلیت ذهنی یا هر دوش، پیدا کرده که از قاره آفریقا خارج بشه. و قدیمی ترینی که خارج از آفریقا پیدا شده گونه های گرجستانن. اگه دقت بکنید روی عکس این گونه ها، یکیشون که آرواره پایینش هم کاملا از بین رفته، یک فردیه که بسیار پیر بوده و اگر یک انسانی بخواد در این سن در یک و نیم میلیون سال بالای یک و نیم میلیون سال قبل زندگی بکنه، حتما نیاز به کمک هم نوعانش داره. این که فسیل یک فرد بسیار پیر که کاملا جمجمش تغییر شکل پیدا کرده بعد از یک عمر زندگی شما پیدا بکنید، میتونه نشونه، شاید اولین نشونه نگهداری از معلولا و پیرها در جامعه بوده باشه، در جامعه انسانی. از این جهت جذابه. لوکیشنی که و مکانی که این فسیلا پیدا شده در یه جایی به نام دمنیسی نزدیک شهر تفلیس تو گرجستان پیدا شده که بسیار جای با اهمیتیه. ما از این قدیمی تر فسیل در بیرون آفریقا نداشتیم. اخیرا حدود یکی دو ماه پیش یه ادعایی شد که بقایای ابزار سنگی مربوط به بالای 2 میلیون سال پیش در یه منطقه در جنوب چین پیدا شده. اگر اونو فعلا فاکتور بگیریم، همچنان دمنیسی گرجستان قدیمی ترین بقایای فسیل انسان خارج از آفریقا رو داره. بعدا دقت داشته باشی که چین فسیل نبوده، ابزار بوده، ولی خب عمر ابزار بالاتر از این بوده. ولی اونا هم نسبت داده شده به هومو ایرکتوس. هومو ایرکتوس تا اندونزی، تا شرق آسیا پیش رفته و یک نمونه کاملا موفق بوده. یه مورد جالب دیگه که شاید بدونید جالب باشه براتون اینه که اولین نمونه ها از یک چیزی شبیه به هنر در گونه هومو ایرکتوس، یعنی لااقل به هومو ایرکتوس نسبت داده شده. و داستانش هم جالبه. این تیکه صدفی که میبینید، این در موزه نگهداری میشده تا زمانی که یک کسی که روی داده های موزه داشته تحقیق میکرده متوجه این خطوط روی این صدف میشه، خطوطی که کاملا نشون میده برای با یه الگو و با یه هدفی توسط یک کسی کشیده شده، یعنی این خطوط طبیعی نمیتونه بوده باشه. و بعد که بیشتر بررسی میکنن و تاریخ گذاری میکنن، روشن میشه که اینا، این صدف و این خطوط مربوط به حدود 450 هزار سال پیشه و این صدف در اندونزی پیدا شده. 450 هزار سال پیش هنوز اصلا انسان امروزی به وجود نیامده بوده. علل قاعده این خط خطی ها باید کار هومو ایرکتوس بوده باشه. همینطور اولین استفاده از آتش ادعا شده که کار هومو ایرکتوس بوده. در یه منطقه در چین به نام ژوکودیان ادعا شده که بقایای استفاده عمدی از آتش مربوط به حدود 700 هزار سال پیش وجود داره. باز یادآوری میکنم که 700 هزار سال پیش هنوز گونه انسان امروزی اصلا به وجود نیومده بوده و تنها گونه ای که میتونسته اونجا از این آتش استفاده بکنه تا اونجایی که ما امروز میدونیم هومو ایرکتوس بوده. بنابراین هومو ایرکتوس یکی از گونه های بسیار موفق بوده، با وجود اینکه اندازه مغزش هنوز به اندازه انسان امروزی نرسیده بوده. متوسط حجم مغز هومو ایرکتوس بود 1000 تا 1200 سانتی متر مکعبه. اگه بخواید با هم انسان امروزی مقایسه کنید، حدود 1500 1400 1500 سانتی متر مکعبه، هنوز از انسان امروزی کلی فاصله داشته، ولی بسیار موفق بوده. تونسته از آفریقا خارج بشه، ابزارهای پیچیده می ساخته، احتمال داره که هنر استفاده می کرده، شاید آتش تسخیر کرده بوده و در اقصانقاط کره زمین پخش کرده بوده. حتی اقصانقاط که دارم میگم
هنوز به خارج از آفریقا و آسیا نرسیدیم. یکی از سوالهای اساسی که هنوز کاملا بازه و مطرحه و هیچ جواب قاطعانه و روشنی هنوز براش وجود نداره اینه که به چه دلیل اندازه مغز انسان انقدر بزرگ شده، یک، و چطور تونسته این مغز بزرگ رو بدن انسان مدیریت بکنه. مغز عضو بسیار گرونی، یعنی انرژی زیاد میبره و اگر و مگر اینی که فشار تکاملی روی موجودی باشه که اندازه مغزش بزرگ بشه، دلیلی نداره مغز بخواد بی جهت بزرگ بشه. اون انرژی زیادی که میبره باید تامین بشه. برای همین یک نسبت مستقیمی بین کیفیت غذایی که میتونه یک موجود زنده بخوره و ماکسیمم اندازه مغزی که میتونه داشته باشه تقریبا وجود داره. یکی از نظریاتی که توضیح میده چرا مغز انسان بزرگ شده مربوط به شکار و گوشتخاریه، که ادعا بر اینه که بعد از مثلا از همون زمان هومو هابیلیس به این ور حدود 3 میلیون سال قبل به بعد، که یعنی 2.8 به بعد که تقریبا رشد مغز حالت تصاعدی به خودش میگیره، مثل اینی که توی این نمودار دارید میبینید، این دقیقا زمانی بوده که انسان تونسته ابزارهایی بسازه که توسط این ابزارها تونسته شکار بکنه و شکار معنیش کسب گوشت به عنوان یک غذای پر از انرژی بوده و این تونسته یه حالت دور ایجاد بکنه. وقتی بتونه انرژی بهتر بگیره میتونه شکار بهتر بکنه و بعد غذای بهترش رو تامین بکنه. اما اینکه از چه زمانی بشر شکارچی شده هنوز محل سواله. خیلی ها معتقدن که شکارهای اولیه عملا شکار نبوده، انسان لاشخوری فعالانه میکرده. لاشخوری فعالانه چیه؟ شما تصور بکنید که یک گله شیر یک حیوانی رو شکار کردن، عملا کار سخت شکار رو انجام دادن. شکار اگه بهش فکر بکنید کار ساده ای نیست. شما تا حالا نمیدونم سعی کردید بدون تفنگ و ابزارهای مدرن یه حیوانی رو بگیرید یا نه؟ مرغ خونگیر هم به این راحتی نمیشه گرفت، چه برسه به آهو وسط دشتای آفریقا. برای همین شکار کار ساده ای نبوده. یک ایده اینه که انسان اولی مثلا هومو ایرکتوس یا هومو هابیلیس اینها میذاشتن کار سخت رو بقیه انجام بدن و بعد عملا با انسجام اجتماعی و با تکنیک هایی که داشتن اون شکارچی رو از شکارش دور میکردن و اون شکار رو مصرف میکردن. یه چیزی بین لاشخوری و شکاره. عملا شکار توسط حیوان دیگه ممکنه انجام میشده ولی گوشت توسط انسان مصرف میشده، گوشتی که توسط حیوان دیگه کشته شده. حالا هرچی که بوده، چه شکار فعالانه بوده چه لاشخوری فعالانه، علل قاعده شکار یک فعالیت اجتماعی بوده. یک انسان، یک فرد بعیده که میتونسته حیوانای تو صحرای آفریقا یا آسیا رو به این راحتی شکار بکنه. ما در نمونه‌های متأخرتر مثلا تو نئاندرتال‌ها یا انسان‌های خردمند اولی می‌دونیم که اینا شکار می‌کردن، مثلا ماموت‌ها رو شکار می‌کردن یا ماستودون شکار می‌کردن که نوعی از مثلا ماموت آمریکایی بوده و این شکارها گروهی انجام می‌شده، یعنی عملاً یک فعالیت اجتماعی بوده. اینکه آیا آتش هم نقشی داشته یا نه، اینم از اون سوالای باز دیگه است. آتش از اون چیزاییه که اختلاف سرش زیاده. اینی که چه زمانی بشر آتش رو تسخیر کرده و تونسته برای استفاده آتش رو کنترل بکنه، بازه زمانیش از 1 میلیون سال هست تا مثلا 100 هزار سال، 100 خورده هزار سال. یعنی بعضی معتقدن حتی انسان خردمند اولیه هم قابلیت کنترل آتش رو نداشته. این حجم از تفاوت خیلی عجیبه. ما نمیدونیم آیا 1 میلیون سال پیش آتش تسخیر شده،
آیا صدها هزار سال پیش تسخیر شده یا آیا متأخرتره. یک دلیلش اینه که تفکیک بین آتش طبیعی و آتش ساخت بشر و کنترل شده توسط بشر سخته. معمولا اینطوری گفته میشه بقایای آتشی که توسط بشر تسخیر شده بوده و کنترل شده بوده اینها در حرارت بالاتری میسوخته و بنابراین اگر شما بقایای زغال در حرارت بالا کشف کردید میشه این رو گفتش که توسط بشر کنترل شده بوده. اما همچنان اختلاف سرش زیاده، به این دلیل که هیچ داده قابل توجهی نمیتونه این زمانبندی ها رو تصحیح بکنه. نه فسیل میشه آتش و نه با بقایای ژنتیکی خودش باقی میذاره. برای همین تقریبا فقط حدس و گمان میتونه اینجا کار بکنه. اینم باید دقت داشته باشید که بزرگ شدن مغز درسته که فواید زیادی داشته برای گونه های اولیه انسان، اما هزینه هم داشته. یه هزینه شو اشاره کردیم تو جلسه قبل و اونم سخت شدن تولد بچه توسط مادره. هرچی اندازه جمجمه بزرگتر باشه رد شدنش از کانال تولد مشکل تره، خصوصا در انسان دوپا که مجبوره بچه یه چرخش هم بکنه وقتی تو کانال تولد قرار گرفت. اما راه حلی که پیدا کرده گونه ما اینه که نوزاد به نسبت نارس به دنیا میاد، یعنی مغزش بخشی از تکامل و دیولوبمنت مغز بیرون از رحم مادر اتفاق میفته. یکی از چیزایی که شاید اگه بچه کوچیک دیده باشید دقت کردید اون قسمت نرم وسط سره، استخونهای سر جمجمه کودک هنوز به هم فیوز نشده و به هم سفت نشده، بسته نشده. وقتی به دنیا میاد تا چند سال همچنان رشد میکنه و مغز رشد میکنه، ولی نوزاد شامپانزه که به دنیا میاد استخونهای جمجمهش فیوز شده و بسته شده به هم. دوران کودکی در انسان طولانی تره برای اینکه این مغز همچنان رشد میکنه، یعنی نرخ رشد مغز رو شما وقتی در نظر بگیرید در انسان طولانی تره. نسبت اندازه مغز نوزاد به مغز بزرگسال در گونه های مختلف شما اینجا میتونید ببینید. الان مقایسه کنید نسبت اندازه مغز نوزاد شامپانزه به بزرگسال رو با نسبت اندازه مغز نوزاد انسان به بزرگسال. معناش اینه که نوزاد وقتی به دنیا میاد راه زیادی داره تا مغزش رشد بکنه، یعنی مغز به نسبت نارس به دنیا میاد. هومو ایرکتوس ها بعدن در آسیا و اروپا جای خودشونو به نوعای دیگه انسان میدن، مثل انسان نئاندرتال و انسان هایدلبرگنسس، که اینها انسان‌های متأخرترین و بعد هم انسان خردمند امروزی میاد و جای اونها رو در آسیا و اروپا میگیره. تو جلسه بعدی من به انسان‌های متأخرتر میپردازم که اندازه مغزشون هم دیگه از هومو ایرکتوس هم بزرگتره.